pharmacologiye tiri antihelementik review. There are used in helementic infection. علیه تیری دورم یا همون راند ورم و پین ورم انتروبیوس ورمیکولاریس مبندازول آلبندازول پایپرازین پیرانتل علیه استرانگ ایلوئیدیس استرکولاریس کالد تریت ورم این دی یو اس ای که بهش تریت ورم میگن تو یو اس ای آلبندازول تیابندازول و ایورمکتین که گفتیم ایورمکتین تو ایران استفاده میشه علیه چی استرانگ ایلوئیدیازیس کامن راند ورم ها به کامن راند ورم میگن آسکاریس لومبریکوئیدس آسکاریس لومبری آسکالیس لومبری کوئیدس یا کامن راند ورم مبندازول پیرانتل پایپرازین و لوامیزول نگون مبندازول پیرانتل پایپرازین و لوامیزول و لوامیزول آدر راند ورم نگو آدر راند ورم فیلاریای راند ورمای دیگه علیه ووشر یا بنکروفتی و لوالوا که تو چشم هست دیتیل کربامازین و ایورمکتین ایورمکتین و دیتیل کربازین علیه ووشر یا بنکروفتی و لوالوا علیه اونکورو اونکوسرکا وولولوس ایورمکتین علیه گینیا اونکوسرکا وولولوس علیه گینیا ورم یا همون درنکولوس مدیننزیز پرازیکوانتل مبندازول و مترونیدازول علیه گینیا ورم مترونیدازول هم میدن تریکینیازیز علیه تریکینیازیز یا همون تریکینلا اسپیرالز که تریکوئیدوزیز میداد تیابندازول مبندازول و پیرانتل گفته که علیه سیستی سروزیز اینفکشن ویت لاروا آف تنیا سولیوم پرازی کوانتل و آلبندازول علیه تیپ ورم مثل تنیا سجیناتا ان تنیا سولیوم پرازی کوانتل و نیکلوزامید که الان نیکلوزامیدا خوندیم اوکی؟ بعد گفته علیه هیداتی دیزیز یعنی اکینوکوکوس گرانولوزوز آلبندازول و پرازی کوانتل آلبندازول و چی پرازی کوانتل علیه هوک ورم ها مثل آنکیلوستوما دئودناله نکاتور آمریکانوس مبندازول آلبندازول پیرانتل علیه ویپ ورم یا همون تریکوس تریکوریا مبندازول آلبندازول و دیتیل کربامازین بلاد فلاکس یعنی شیستوزوما اسپسیس حالا شیستوزوما از نوع هماتوبیوم پرازیکوانتل شیستوزوما مثل شیستوزوما اسپسیس منزونی پرازیکوانتل و اوکسامنیکوئی شیستوزومیا از نوع ژاپونیکوم فقط پرازیکوانتل پس پرازیکوانتل علیه همه شیستوزومیا و بلاد فلاک ولی اوکسامنیکین فقط علیه منزونیه من کوتینئوس لاروا میگران یا همون آنکیلوستوما کنینوم آلبندازول تیابندازول و دیتیل کربامازین علیه ویسرال لاروا میگرانس مثل توکسا کارا کنیس آلبندازول تیابندازول و دیتیل کربامازین اینم همینا کل خلاصه اینا این طبقه بندی اساس چی بود کرما رو گفت دارواشو گفت اوکی دیگه هم شارژ ندارم شارژرم اگه بهم بدی یه لحظه هم از رو پی دی اف سری دارواشو فقط بخونیم که این ویدیو بمونه شارژرم رو میز بده رو میز آنتی هلمنتیک دراکا از رو پی دی اف خلاصه تون تون بخونیم فقط اسم دارو رو اولین دارو اول گفتیم که نماتود ها فلت ورم ها مثل آسکاریس مثل فیلریازیس هوک ورم پین ورم انتروبیوس ویپ ورم یا ویپ ورم مثل گرشنامو تریکوروس تریکوریا و تریشینیلا که باعث تریکینوزیز میشد بعد ترماتود ها شیستوزومیازیس
سستوت ها مثل تانیا سولیوم، تانیا سجیناتا تو بیف، تانیا سولیوم تو پورک، توی فیش هم دیفیلوبوتریوم اسپسیس بود. فودای پورهایجین هایمنولپسیس ان اکینوکوکوس اسپسیس هم داشت. تانیا سولیوم باعث سیستی سرکوزیز میشه و اکینوکوکوس باعث هیداتیت سیست میشه. داروی علیه نماتوت ها گفتیم بنز ایمیدازول ها مثلا مثل آلبندازول، بعدش گفتیم مبندازول. مکانیزمش هم بگو، کارش چی بود مکانیزمش؟ اینا همه بتا توبولین رو اینهیبیت میکنن دیگه. بتا توبولین تو پریگنانسی آلبندازول ندیم. مبندازول رو گفتیم که اسپکترومش باره خیلی بحنه ایت اسم اورالی، دو مرتبه تو پریگنانسی ندیم. تیابندازول اسپکترومش همش هست، بعد گفته که ابزوربش از جیای تا اسکین هم پیش میره، دو مرتبه جیای ساید افکت لیور ساید افکت داره. پیرانتل پاموئید مکانیزم اف اکشنش که همپر میکنه پیرانتل پاموئید استیل کولین استریزو و باعث بلاک میکنه دپولاریزیشن اف نوروماسکولار جانکشن پیرانتل پاموئید. پایپرازین مکانیزم اف اکشنش اینهیبیت دی افکت اف استیل کولین این دی موتور اند پلیت کازینگ پارالایزیس اف دی هلمین دنج دی لیو بای دی پریستاتیک موومنت فرام دی گات. مثل انتروبیوس و آسکاریس بود پایپرازین علیه انتروبیوس و آسکاریس. پس باعث چی شد؟ اینهیبیت دی افکت اف استیل کولین. دی اتیل کربامازین ایتس پایپرازین دریویتیو دی اتیل کربامازین برای لوآلوا و وشر یا بنکروفتی استفاده میشه. ایورمکتین سمی سینتتیکی علیه استرانگ ایلو ایدیازیز لوآلوا اند وشر بنکروفتی دو مرتبه. ایورمکتین اینکریز میکنه اینتنسیتی اف گابا سیگنالا، اینکریز میکنه دی اینتنسیتی اف گابا سیگنالا. لوامیزول بگو لوامیزول مکانیزم باشه ایت اکت از دپولارایزینگ نوروماسکولار بلاکینگ ایجنت دیر بای کازینگ سادن کانتراکشن فالوود بای پارالایزیس اف دی هلمینز. اسپکترومش آسکاریس بود، اسمش چی بود؟ لوامیزول دپولارایزینگ. بازم سورامین مکانیزم اف اکشن هیندر د سیورال انزایم اند از دمیج د استراکچر اف اینتراسلولار ممبرن. سورامین از دریواتیو های یوراس، سورامین یوراز. بفنیوم هیدروکسی نفتوئید مکانیزم اف دی اکشنش بلاک دی نوروماسکولار جانکشن اند ایتس لیدز تو دی ریلکسیشن اف نماتود ماسل. ایز ا کواترناری آمونیوم. اسپکترومش هم خوبه. بعد پرازیکوانتل اگینست اسپاستیک پارالایزیس دیو تو اینکریز پرمبیلیتی اف دی ورم توارد کلسیوم آیون بود. اسپکتروم پرازیکوانتل شیستوزومیازیس سیورال فلات اند تیپ ورم هاست و پس میگرد از بلاد برین بریر و فوربیدن در پریگنانسی پرازیکوانتل. اوکسامنیکوین علیه شیستوزومیازیس منزونیه. بعد مکانیزم اف اکشن اتش تو دی ان ای، اتش میشه اوکسامنیکوین توی دی ان ای. اوکسامنیکوین بگو اوکسامنیکوین. بعد بیتیونول مکانیزم اف اکشن اینهیبیت اکسیدیتیو فسفوریلیشن. اسپکترومش هست فاسیکولا هپاتیکا بیتیونول و باعث راش میشد، اورتیکاریا و راش میشد چون آنتیژن از ورم ترشح میشه علیه بیتیونول. دراگ اگینست سستوده ها نیکلوزامید، اون الان شیستوزومیازیس علیه کیا بود؟ تریماتوت ها. حالا علیه سستوت ها نیکلوزامید که مکانیزم اف اکشن آنکابل د اکساتیو فسفوریلیشن این د تیپ ورم و الکل کانسامشن پروهیبیتد نیکلوزامید اکسید فسفوریلیشن رو اینهیبیت میکنه. پارامایتین اگینست ایتس آمینوگلیکوزید علیه تانیا سولیوم و تانیا سجیناتا و هایپرمنیومیم نانا. دیکلوروفن از آلسو ان آنتی سستودال ایجن. اسپکترومش از تانیا سولیوم تانیا سجیناتا. الکول پرو کانسامشن از پروهیبیتد دیورینگ تریتمنت د ادمنیستریشن آف ایتس از فوربیدن این پریگنانسی. دیکلوروفن تموم شد. دسته دوم اسمش چی بود؟ سستوت. شیستوزومیازیس. پرازیکوانتل، اوکسامنیکوین. بیشتر جام پرازیکوانتله.